G4. پس از سه قرن ناپلئون ایران را چه کسی کشت؟ توطئه سرداران بر علیه فاتح هندوستان. سلام دوستان، شما برنامه خاک صحنه رو از تی وی پلاس تماشا میکنید. خانم گل بهار، شورش اورکستر میگه، شورش میخوام رخ بشونم، شورش این رخت کیه؟ شورش رخت مادر شوهر، شورش میخوام نشورم، شورش مگه من رخ شورم، شورش کرشه بشوره، شورش کرشه. از نادرشاه به عنوان آخرین جنگوشای شرق یاد میشه، کسی که افغانها را از ایران راند و الماس کوه نور را به ایران آورد. حالا اتفاقات برهی از تاریخ که این پادشاه به قتل رسید در قالب تئاتر پیش روی تماشاگرانه. یه بار بود بیدستم، خیلی پیش میدستم، روتا رو بخم، شبها هم نمم. کاری از گروه نقاب به نویسندگی خیرالله تقیانی پور و کارگردانی جواد نوری. دعوتتون میکنم گزارش ما را از این تئاتر کمدی ببینید. اگر این شب کار یک سر نشود، امو شاه نادر وارد کوچان خواهد شد و اگر در ارگانجا سخنا گزیند، دیگر دست ما به او نمیرسد. نمایش دو روی روایت نادری، دو روایت متقابل از یکی روایت سرداران نادرشاه افشار از آخرین روزهای سلطنت نادرشاه و دیگری روایت یک گروه مطرب و داردسته مطرب از زندگی نادرشاه، که این دو روایت با هم کاملا متفاوته که در اواسط قصه و اواسط نمایش این دو روایت به یک روایت تبدیل میشن و با هم گره میخورن تا به انتهای نمایش. خطا شد این مردت مادر مرده میرزا من شده بباره بگرم آدم پاتن نمک برام حرام زاده ای برای درم آموندن از خوبی غذاب من این شره پای مکاتبات خود اولشان حک میکنند میرزا مدیه بخان. خیلی ساله که دارم در تقریبا نقالی و یا نمایش ایرانی رو تجربه میکنم، منتها با این گروه دومین کارمه که دارم باشون کار میکنم. خب چطور بود تجربتون؟ والا من که همیشه خاطره خوبی داشتم از کار کردم با این گروه، به خاطر اینکه کار قبلیشونم بوقلمون بود که خب خیلی اتفاق خوبی بود و کلی هم جایزه گرفت و کار خوبی بود. کاراکتر من در واقع یه مطربیه که یه زن مطربه در زمان نادرشاه، که حالا به علت یه سری خاطرات و یه سری اتفاقایی که تو ذهنش وجود داره و یه سری حالا عشق و ماجراهای اینجوری، میخواد که در واقع نقشه قتل نادر رو کشیده و میخواد نادر رو بکشه. ولی خب در موازی این قصه در واقع یه اتفاقای دیگه هم داره میفته دیگه، حالا باید بیان ببینن همه. نقش هایی که اصولا توی کارهای بچه ها وجود داره نقش های جذابیه و خب قطعا برای بازیگر خیلی لذت بخشه یا همچین نقش رو بازی کردن. من قبلا سنگلج اجرا رفته بودم و کلا سالون جذابیه، کارهایی که اینجا کار میشه کارهای ایرانیه و به نظر من اگه خوب کار بشه کارهای ارزشمندیه و خیلی خوبه که حمایت بشن گروه هایی که این شکلی کار میکنن، کارهای ایرانی رو ادامه میدن و به نظر من مردم هم دوست دارن چون استقبال میشه، تماشاچی اصولا راضیه. نامشان چه بود؟ آقا پری دختر هدایت الله خان بزرگ ایل فخار. اصل قرار من چه بود؟ شما چی یادت میره؟ بگو. همچو سایه پیشان دوان داشتم. پیه چه؟ یاس.
خدا رو شکر ما تو گروهمون فضای نویسنده و کارگردان کار به شدت فضای نمایش‌های آیینی و سنتی ایرانی رو میشناسن. ما تو این نمایش سایه بازی داریم، نقالی داریم و عرضم به حضور شما که چند شیوه نمایش‌های ایرانی رو داریم. و آخه تا میگی نمایش‌های ایرانی و نمایش‌های سنتی هم میگن نیناش ناناش و بزن و برقص و نه، اینجا همه چیز به نظر من سر جاش مختصر و مفید و درسته و بیاین نمایش ما رو ببینید. اما اگه بگم خوبه که ریا شده، هیچ ماسپندی هم نمیگه ماستم ترشه، ولی من دعوتتون میکنم بیاین ببینید و قول میدم بهتون که اگر خودتون تشریف بیارید نمایش رو ببینید، دوستانتون رو هم ترغیب کنید که برای در واقع دیدن این اجرا تو سالن سنگلج هر روز ساعت 8 تشریف بیارن. در بعضی از چپارخانه ها از باب تعویض مرکب ناچار ایس بوده از من را فاش دارن بیشت خبر عظیمت من از سیستان و ورودم بی مشهد و هستا. اگر فردا به گوش امو شاه نادر نرسد اینو حتما بدونید که پس فردا خواهد رسد. این اجرا هم که در 17 نمایشای آیین سنتی شرکت کردیم در جشنواره که اجرا مومش پشمندش رو داریم اجرا میریم انشالله تا 21 مهر ماه. عرضم به حضورتون که سنگلج هم سالن خیلی خوبیه، من فقط فکر میکنم که یه خورده تبلیغات تو تئاتر ما متاسفانه کمه، بعد تبلیغات اگه خیلی بهتری باشه من فکر میکنم موفقیم. البته کار به نظر من خوب باشه تماشاگرای خودش رو به خودش اختصاص میده. اگر من نکرده بودم علی قلی به تابان چپاپوز در سیستان بماند تا به دست دشکیم شمادین شود. چشا من خلاف عمر من از سیستان خروج کرد و یک کدام از حاکمان نمک و حرام ما معاون راد و بماند نکرده و یا خروجش را به ما اطلاع نداده. متاسفانه باید عرض کنم که در رابطه با نادرشاه ما منابع آنچنانی نداریم نسبت به شاههای دیگه داریم و هر راه بزرگ میشه گفت یکی از شاهان نامی مملکتمون بوده، ولی کن شاید به جرات بهتون بگم رو هم رفته ما 10 منابع یا 10 چیز از 10 کتاب درست حسابی ما از نادرشاه نداریم و سخت بود تحقیق و پژوهش در رابطه با این شاه. من تو مراتب به اون همون چیزایی که داشته هایی که داشتم من سعی کردم رجوع کنم و بتونم حالا درامامو تشکیل بدم. خودتونم بازی میکنید تو این سر. توفیق اجباری شد دیگه. حالا دوستان حالا تو طول تمرین ها خودم میگرفتم به بهانه اینکه قراره که آقای کاری الان یه بازیگری بیاره این نقشو بازی کنه و رسیدیم به جشنواره، تایم هم نداشتیم دیگه، حالا سلامش و توفیق اجباری.